میگویند روابط کابل و اسلام آباد از سال 1949 به این سو خراب است، اما یک بار هم کابل در این 67 سال علیه پاکستان شکایتی در شورای امنیت سازمان ملل متحد ثبت نکرده است. چرا با وجودی که افغانستان در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد است، مسئله دوام جنگ و پیچیده شدن آن تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است؟ آیا سفر اخیر هیئت شورای امنیت به این پرسش پاسخ ارائه خواهد کرد؟ در پرسپولی با محمود صیقل، سفیر دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد. تشکر از فرصتی که به ما دادین آقای سفیر. گفته میشه که حمله به هتل انترکانتیننتال به زعم بعضی از تحلیلگران و منتقدان جوابی به موضع‌گیری های اخیر شورای امنیت سازمان ملل و دقیقاً در مورد سفر هیئت ایشورا به افغانستان بود. در این مورد چی فکر میکنین؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. اول خب میخواییم که مراتب همدردی خود در همراه قربانیان یادسه بسیار دردنگیز اظهار بدارم. سونیان، ما فکر میکنم بسیار وقت است که ما به یک نتیجه برسیم که چرا این حمله صورت گرفت در این وقت. اجازه بدیم که یک مدت دیر شوه و معلوماتی که در مورد از این حمله به دست میآید باز به اساس از او آدم میتونه که اظهار نظر کنه. حالا آقای سفیر، با در نظر داشت این مسئله، بعضی ها تحلیلشان این هست و حکومت افغانستان، وزارت داخله افغانستان و برخی منابع اطلاعاتی هم میگن که این حمله طرحش شبکه حقانی در آن سوی مرزهای افغانستان ریخته. خب معلومات دست اولی که پیش نیروهای امنیتی ما وجود داره و اظهاراتی که صورت گرفته نشان میده که این حمله یک حمله بسیار مغلق بوده، اگمله پیچیده بوده، این طراحی شده توسط شبکه های استخباراتی، در جای شکی نیست. و خوشبختانه که در این شب و روز اجماع جهانی در رابطه با رسیدگی به پناهگاه های تروریستی در پاکستان تا اندازه را به شکل بهتر شکل گرفته و یک فضای همکاری خوبتر ایجاد شده بین اعضای شورای امنیت در نیویورک، ما امیدوار هستم که در هفته هایی که پیش روی است و در ماه هایی که پیش روی است اینا بتانن به این مسائل رسیدگی خوبتر کنن. آقای سفیر، یکی از آجندای مهم سفر هیئت 15 نفره شورای امنیت به افغانستان آنچنانه که در رسانه ها پخش شد و نشد، مسئله میانجیگری در گفتگوهای صلح با طالبان و دولت افغانستان هست. در این مورد اگر بر ما بیشتر بگوین، آیا همکنون حکومت افغانستان گفتگوهای صلح را با طالبان ادامه می دهد و این گفتگوها جریان دارد؟ خب ببینین، گفتگوها قسمی است که دروازه تفاهم هیچ وقت دولت افغانستان بسته نخواهد کرد. یک تعدادی از عناصر در صفوف طالبا وجود دارند که آرزو دارند که بیاین تفاهم کنند، صحبت کنند و به پروسه صلح بپیوندند و در این مورد کار ادامه داره، هم از طریق شورای عالی صلح و هم از طریق حکومت افغانستان و دیگر مراجعی که میتونن نقش تسهیل کننده را بازی کنند. اما یک تعدادی هستند که خط جنگ تعقیب کردن و تعقیب میکنن و هنوز هم موره میخواین ادامه بتن. در اون مورد هم آمادگی های دولت افغانستان داره، نیروهای امنیتی ما داره، تا ای که بالاخره اونا هم وادار شون که بیاین و آماده تفاهم شون و آماده صحبت شون و با پروسه صلح بپیوندن. اما او عناصر تا یک اندازه موضع‌گیریشان گره میخوره با موضع‌گیری پاکستان. از این خاطر است که ما تأکید ما همی است که با پاکستان باید یک تفاهم مثبت به وجود بیاید. پاکستان باید بپذیره که پناهگاه های در اونجا وجود داره و چطور همکاری کنه با افغانستان و با جامعه جهانی که پناهگاه ها از بین بره. تا وقتی که پناهگاه ها وجود داشته باشد، تا وقتی که حمایت سیاسی لوجستیکی وجود داشته باشد در پاکستان، کار از اینا و جنگ از اینا در افغانستان ادامه خواهد داشت. این تفکیک در مجمع و مشخصا در شورای امنیت مبنی بر این وجود دارد که طالبان دچار چند دستگی هستند و حالا هیئت سفر میکنه به افغانستان با عنوان درشت از اینکه میانجیگری کنه در گفتگوهای صلح، ولی بعد از یک هفته از سفر اونا نمیگذره، یک حمله به بزرگی حمله کانتیننتال صورت میگیره. این تفکیک چقدر وضاحت داره و چقدر میتونه برنامه را تدوین کنه؟ در شرایط فعلی ما کدام عضو شورای امنیت نمی بینم که چلنج بده این مسئله را که گویا در پاکستان پناهگاه ها وجود نداره.
حتی حامیان اما قدیمی پاکستان. چیزی که برای ما مهم است که اینا واقعا بپذیرند که پناهگاه ها 100% وجود داره و به او در روشنی مسئولیت های خود شورای امنیت ملل متحد تصمیم گرفته شود. حال این تصمیم گیری به چند چیز دیگه هم مشروط است. یک، وحدت مردم افغانستان که چطور سیاست داخلی افغانستان به شکل شکل میگیره که نشان به جمع شدن سیاست داخلی افغانستان هست و وحدت مردم افغانستان هست. چرا از این ناحیه ما متاسفانه که آسیب پذیر هستیم و نماینده پاکستان بارها در این مورد صحبت های داشته که گویا خود سیاست داخلی افغانستان پاشان است. حتی در اظهار نظری که دو سه روز پیش نماینده پاکستان در اینجا کرد، اینطور می گفت که گویا در افغانستان یک جنگ داخلی است و اینا کوشش میکنن که ما را به ناحق ملامت کنن تا ای که بالای جنگ داخلی پرده بندازن. بله آقای سفیر، حالا گزینه کابل در قبال اسلام آباد چی هست با در نظر داشته ای فشارهای اخیره که بر اسلام آباد رایی هست و گزینه به نام گزینه شکایت به شورای امنیت هنوز هم مطرح هست یا خیر؟ خب ما ببینیم که از این اجماع نو بین‌المللی که به وجود آمده و ارتباطاتی که بین جامعه جهانی و افغانستان وجود داره، آیا کدام روزنه ای وجود داره که پاکستان تغییر پالیسی بده یا نه؟ اما قسمی که گفتم صحبت های در جریان است، اما یک اندازه با وقت نیاز داره. برداشتی که من داشتم از نشست شورای امنیت درست پیش در نیویورک امی بود که زیادتر توجه جهان به طرف توسعه افغانستان است و البته این اجلاس اما موضوعی که مورد بحث بود رابطه بین امنیت و توسعه بود، مخصوصا در رابطه با افغانستان و آسیای مرکزی. صحبت ها بسیار مثبت بود. برای اولین بار افغانستان از زاویه توسعه در شورای امنیت مورد بحث قرار گرفت و به این نتیجه رسیدن که با وجود چالش های امنیتی برنامه های توسعوی افغانستان جلو رفته، پیش رفته. در قدم اول تمرکز بالای توسعه افغانستان و آسیای مرکزی بود و به شما معلوم است که در چند سال گذشته ما پروژه های بزرگی را تکمیل هم کردیم و یک تعدادش زیر کار است و یک تعدادش خدا بخواهد در آینده بسیار نزدیک شکل خواهد گرفت. یک تیوری وجود دارد که هر قدر ما بالای توسعه، کاهش فقر و ازدیاد کار و شغل کنیم، به امو اندازه امو حلقه برای برهم زدن امنیت افغانستان تنگ خواهد شد و آهسته آهسته ما میتونیم با کشورهای منطقه کار کنیم. دیگه کشورهای منطقه فراتر از آسیای مرکزی که اونا هم به این پروسه بپیوندن و وقتی که همگی مستفید شوند از برنامه های توسعه افغانستان و منطقه، در اون صورت فکر کردن بالای برهم زدن امنیت افغانستان کمتر خواهد شد. شما ببینین شرایط به مراتب فرق کرده. امروز در شورای امنیت تعدادی از اعضای شورای امنیت هستند که ایر علنی مطرح میکنن. دو روز پیش وقتی که نشست شورای امنیت صورت گرفت، لااقل یک عضو پنج عضو دائمی شورای امنیت علنا واضح گفت که تا وقتی که پناهگاه ها در اونجا وجود داشته باشه، امنیت افغانستان به چالش کشیده میشه. و به همین ترتیب کشورهای دیگه اشارات بسیار مستقیم داشتن بالای پناهگاه های تروریستی در منطقه. این یک فصل نوی است که باز شده و ما امیدوار هستم که ایر ما آهسته آهسته بتانیم وسیع تر بسازیم. تحلیلی که در کابل مبنی بر سیاست های اخیر حکومت وجود داره ای است که چرا تا کنون حکومت با در نظر داشت از اینکه بارها مدارک را ارائه کرده در لابیگری ثبت شکایت نتانسته پیش قدم باشه؟ ببینین وقتی که ما رسما یک شکایت ثبت میکنیم، بر ازو باید زمینه سازی شده باشه و خوشبختانه که در طول یکی دو سال گذشته این زمین سازی ها صورت گرفته، به حدی که امروز لااقل یک یا دو یا سه عضو شورای خودشان این مسئله را مطرح می سازند. یکی شکایت تحویل کردن شورای امنیت است، یکی تضمین کردن است که شکایت به یک جای برسه. ما برای از این که شکایت ما به جای برسه کارهای را انجام دادیم و وقتی که اطمینان پیدا کنیم که آله موقعش رسیده که ما شکایت خود تسلیم کنیم که شکایت ما واقعا تحویل گرفته شود و به یک جایی برسه،
در اون مورد در اون وقت باز ما دست به کار خواهد شدیم. اما برای فعلا من به قسمی که گفتم فضا تغییر کرده به نفع افغانستان و به نفع مردم افغانستان و بالا از این کار ادامه داره. آگاهی اعضای شورای امنیت به مراتب بالاتر رفته در رابطه با افغانستان. مهمترین پیامی که هیئت بعد از سالها با خودش آورد و پیامی که با خودش از کابل برد چی بود؟ پیامی را که با خود آورد یه هیئت امی است که در کنار مردم افغانستان اینا استاد خواهد شد. اینا به همون خاطر آمدن که معلومات دست اول بگیرن، هم از دولت افغانستان، هم از پارلمان افغانستان، هم از جامعه مدنی افغانستان و هم در مورد توسعه افغانستان معلومات دست اول داشته باشه. پیام دومشان همی بود که ما در کنار مردم افغانستان استاده استیم. ما متوجه شدیم که 4 دهه هست که مردم افغانستان رنج میبرن و اینا ای که مردم صبر کردن، حوصله کردن، ایره به دیدی قدر میبینن، یعنی این واقعیت میبینن که مردم افغانستان چقدر رنج دیدن در 4 دهه گذشته. پیام را که با خود آوردن دو مسئله است. یکی ای که در ختم سفرشان اینا به یک اجماع نو رسیدن، یعنی در امو کابل پیش از کابل ترک بگوین، در شبی که رئیس جمهور افغانستان میزبان یک ضیافت بر از اینا بود، اینا خودشان گفتن که ما یک تعهد نو میکنیم سر از امروز که همکاری با همدیگر از زیاد بسازیم، شکایت کمتر بسازیم و تفاهم در رابطه با افغانستان زیادتر بسازیم و کوشش کنیم که تمرکز کاری ما زیادتر سر بهبودی امنیت و توسعه افغانستان باشد. این پیام بسیار قوی بود و شما معلوم است که در بسیاری از قضایای جهان اجماع بین اعضای شورای امنیت وجود ندارد و در رابطه با افغانستان به مراتب بهتر است. شما اگر اجماع شورای امنیت در سوریه ببینین یا در یمن ببینین یا در عراق ببینین یا در لیبیا ببینین، ببینین که فرق داره. اما در رابطه با افغانستان تا اندازی را سال گذشته ما شاهد زیر و بم گفتن ها بودیم، یک اندازه تضاد ها وجود داشت، اما فعلا یک تعهد نو صورت گرفته که اینا رقابت ها را، تضاد ها را کمتر بسازن، همکاری را زیاد بسازن، تفاهم را زیاد بسازن و کوشش کنند که تمرکز کاریشان بالای بهبودی امنیت افغانستان باشد. و همچنان البته که یک مسئله دیگی که با جدیت مطرح شد هم از طرف افغانهای ما، هم مراجع دولتی و غیر دولتی افغانستان و هم از طرف اعضای شورای امنیت، با اعتبار ساختن پروسه انتخاباتی در افغانستان است. ایره کلیگی پذیرفتن که یگانه چیزی که میتونه مشروعیت ببخشه به حکومت های آینده افغانستان امی پروسه انتخاباتی است. در این مورد کوتاهی وجود داشته، ولی یک تعهد نو صورت گرفت که هم مراجع مربوطه افغانی ما هم مراجع بین‌المللی مشترکاً چطور کار کنن بالای با اعتبار ساختن این پروسه که خدا بخواه که مردم افغانستان با اطمینان خاطر یک بار دیگه بیان به پای صندوق های رای اما اعضای پارلمان تعیین کنند و خدا بخواهد که باز 1.5 سال بعد رئیس جمهوری نو افغانستان تعیین کنند. داعش در قسمت های از خاورمیانه بر اساس گزارش های که راه میشه گفته میشه با شکست مواجه شده و امروز قسمت های از افغانستان مورد تهدید سربازگیری داعش قرار دارن. این مسئله چقدر آجنده ای سفر را تشکیل میداد و نگرانی گسترش حضور داعش در افغانستان تا چه حد در این هیئت وجود داشت؟ ببینین، گزارشات را که مسئولین امنیتی افغانستان ارائه کردند به اعضای شورای امنیت، همه این گزارشات نشان میداد که مبارزه جدی با داعش در افغانستان وجود دارد و ای که موجودیت داعش در افغانستان چقدر ارتباط مستقیم به رهبری داعش در شرق میانه داره این قابل سوال است. در بازی ها و رقابت های جهانی و منطقه‌ای که وجود داره معلوم میشه که یک تعداد تلاش دارند که داعش بزرگتر از چیز جلوه بودن که در افغانستان است. این مسائل هم مطرح شد، اما در این جای شک نیست که مبارزه جدی علیه داعش ادامه داره. در بعض جای ها دیده میشه که داعش به نام است، در بعض جای ها واقعیت داره. در این موارد باید است که ما هوشیار باشیم و ببینیم که واقعیت ها چی است. اما به صفت یک پدیده شوم و به صفت یک تهدید در افغانستان وجود داره و باید به این مسئله رسیدگی شود.
برخی به این باور هستند که در انزوا قرار گرفتن پاکستان با این فشارها به نفع کابل نیست و امکان از این را میبره تا در افغانستان جنگ تشدید بیشتر پیدا بکنه، از جمله از نوع نیابتیش. ببینین، هدف نهایی ما تبدیل شدن پاکستان به یک همکار خوب است در مبارزه با تروریسم. هدف نهایی ما همی است که پالیسی استفاده از خشونت برای برنامه های سیاسی در پاکستان تغییر کند. حال ای بالاخره تلاش های ما در این راستا اگر پاکستان منزوی می سازد، این مشکل خود پاکستان است. هدف ما این نیست که ما پاکستان منزوی بسازیم. هدف ما این است که ما از خود دفاع کنیم. ما پاکستان وادار بسازیم که از پالیسی استفاده از خشونت برای برنامه های سیاسیش در مورد افغانستان دست بکشه و تبدیل شه به یک همسایه خوب. اما نیات نیکی که در کابل وجود داره، ما خودم کسی را سراغ ندارم که بگویه بیاین که یک چیز خرابی را در رابطه با پاکستان ما انجام بدیم. عین نیت ما میخواهیم که اسلام آباد در رابطه با افغانستان وجود داشته باشه. حال تلاش های مدعی راستا وجود ادامه خواهد داشت. ما از مردم خود دفاع خواهد کردیم. ما صدای مردم خود را در شورای امنیت بلند خواهد کردیم، در سازمان ملل متحد. ما حق داریم که صدای مردم خود بلند کنیم و این کار است که ما در 2 سال گذشته انجام دادیم و هنوز هم ادامه خواهد دادیم میره با قاطعیت تمام و با صدای رساتر. حال ای که بالاخره اگری منتج شد به منزوی شدن پاکستان، مشکل خود پاکستان است. درست. من حق دارم که صدای مردم خود در اینجا بلند کنم و خاموش نباشیم. اگر حمله ای صورت میگیره بالای هتل اینترکانتیننتال ما و اگر این تثبیت میشه که این حمله سازماندهی شده در اون طرف خط دیورند، این وظیفه ما است که من این کار را به اینجا ادامه بدم، البته که به هدایت رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان. شما با مقامات پاکستانی و کسانی که در مجمع هستند و یا سیاست هایی که حالا بعد از این سیاست تازه و همونطور که شما میگین این فضای تازه‌ای که در مجمع و در شورا به وجود آمده روبرو هستین، پاسخ و سخن اونا در این مورد چی هست؟ اونا در اعلامیه‌های رسمی و یا در سخنان رسمیشان همواره خودشان را به نوع بیرون کشیدن از این مسئله و حتی در جای متحد دیرینشان آمریکا را به چالش کشیدن که حالا متحدین بزرگتر میتونن داشته باشن. ما ادعا داریم که از 1994 به این طرف پاکستان کوشش کرده که امنیت افغانستان برهم بزنه، از خشونت استفاده کنه، از گروه های نیابتی استفاده کنه. این چیزیست که واقعیت هایی بوده که ما گفتیم. حالا اینا کوشش میکنن که از امی قصه ما رو به شکل سرچپه بسازن. گفتنی که داشتن همی بود که مشکل افغانستان یک مشکل داخلی است. اصلا خود افغانستان 1% قابل ملاحظه خاکش توسط گروه های تروریستی کنترل میشه توسط طالبا. اینا خودشان دوجه هستن و پاکستان متضرر است از فعالیت های تروریستی در داخل افغانستان است. یعنی اینا قصه سرچپه را میگن. ما انتظار داشتیم و انتظار داریم که از این مسئله اینا دست بردارن و یک واقعیت بپذیرن که گروه های تروریستی در پاکستان وجود داره، رهبرایشان در پاکستان وجود داره، اسناد و شواهد نشان میده، قتل اسامه بن لادن نشان میده و همین شکل فوت شدن ملا عمر در شفاخانه کراچی نشان میده و همین شکل پیدا کردن ملا اختر منصور در بلوچستان و کشته شدن اجدودی نشان میده. یعنی اسناد و شواهد کافی وجود داره که جامعه جهانی را و شورای امنیت متقاعد بسازه که زیادتر رهبری گروه های تروریستی در پاکستان وجود داشته و پالیسی استفاده از خشونت و گروه های نیابتی برای پیشبرد برنامه های سیاسی در پاکستان با قوتش سر جایش وجود داشته. و اگر دوباره همین سیاست متمادی سالهای گذشته را دنبال کردن، آیا برنامه در این مورد روی دست هست؟ خانه خواه، یعنی من قسمی که گفتم که اگر پاکستان ادامه میده به کار خود، در قدم اول سیاست داخلی افغانستان باید جمع باشه. در دیدارهایی که من داشتم در کابل با جناب رئیس جمهور، با رئیس اجرائیه، با مسئولین امنیتی افغانستان، با رؤسای پارلمان افغانستان، حتی یک دیدار مختصری که با جناب استاد عطا محمد نور من داشتم، پیام من امی بود که چطور شود که سیاست داخلی افغانستان منسجمتر شود، جمعتر شود و وحدت ملی ما واقعا شکل بگیرد. این مسئله فوق العاده مهم است در موفقیت کار ما در بیرون. یعنی ما ضرورت داریم در طول 2-3 سال گذشته میبینم وقتی که یک اندازه را
سیاست داخلی ما شکل میگیره و بهتر میشه، باز اجماع منطقی و جهانی ضعیف میباشه، و وقتی که اجماع منطقی و جهانی خوب میباشه یعنی بله باز آقای سیاست سفیر، یعنی داخلی مرتبه امکانات، نظیر بله پاشان یعنی میباشه. ولی امکانات، حالا ضرورت ازی دیده میشه که در درست یک مدت زمانی هم اجماع جهانی شکل گرفته باشه، هم سیاست داخلی افغانستان جمع شده باشه که ما با استفاده از هر دو بتانیم به هدف برسیم. بله، یعنی امکانات از این وجود داره که با در نظر داشت اوضاع سیاسی داخلی که در افغانستان هست، کابل این فرصتی را که امروز در سازمان ملل متحد به دست آورده من نوی زای بسازه، این خطر وجود داره؟ ما گفتم که این ارتباط میگیره به ای که چقدر سیاست داخلی افغانستان منسجم باشه و شکل گرفته باشه و چقدر وحدت و یک پارچگی مردم افغانستان قوت گرفته باشه. این مسئله جدی به این گپ داخلی ما گره میخوره، موفقیت ما در بیرون. و به همین شکل اگر سیاست داخلی ما شکل میگرفته باشه و وحدت و یک پارچگی ما تامین میشده باشه در داخل افغانستان، در اون صورت با ضرورت است که در بیرون هم کارهای صورت گرفته باشه. یعنی ما فعلا یک فضای خوبی در بیرون وجود داره، ما تلاش های ما ادامه خواهد داشت، اما ضرورت داره این مسئله به بهتر شدن سیاست داخلی افغانستان، حکومت داری، مبارزه با فساد، مبارزه با مواد مخدر، مسائل حقوق بشر، مسئله پروسه انتخاباتی، اینا همگی اگر در داخل افغانستان تا یک اندازه بهتر شده میره، تاثیرات خود در موفقیت سیاست خارجی هم میداشته باشه. با در نظر داشت از اینکه افغانستان همیشه در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل در مورد جنگ و صلح قرار داشته، ولی هیچگاه پاسخی پرسش که چرا جنگ افغانستان اینقدر دوام کرد و چطوری جنگ قدر پیچیده شد مورد بررسی قرار نگرفته. رقابت های منفی که در منطقه ما وجود داشته تاثیرات ناگوار بالای افغانستان داشته، این مسئله است که در اینجا امرای ما صحبت شده و ما هم جدی را مطرح کردیم و خواهش ما امید بوده از کشورهای منطقه و کشورهای جهان که افغانستان به صفت یک کشوری که در اونجا بهتر از تعارف با هم داشته باشند بپذیرند تا صحنه رقابت هایشان. و سرمنشی ملل متحد هم درست پیش در اجلاسی که در نیویورک صورت گرفت، یکی از گفتنیایش همین بود که افغانستان یک نقطه است که در اونجا باید از تعارف صورت بگیره، باید از که همکاری صورت بگیره بین قدرت های منطقه و قدرت های جهان تا رقابت های منفی. در این زمان این مسئله هم بسیار مهم است که سیاست داخلی افغانستان چطور باید شکل بگیره، چطور ما مسائل داخلی خود قسم بالایش کار کنیم که وحدت ملی مردم افغانستان حفظ شود، و هر قدر که این فشارها زیاد میشه اگر ما بتانیم که منسجمتر حرکت کنیم در چارچوب سیاست داخلی و یقین که این مفید تمام میشه برای کاهش چالش ها. ولی اگر خدا نخواسته سیاست داخلی مملکت تا اندازه لرزان باشه، باز در اون صورت خامخا که رقابت های منفی منطقی و همچنان پالیسی که پاکستان در پیش گرفته تاثیراتش ناگوارتر خواهد بود. خسته نباشین آقای سفیر، تشکر از فرصتی که به ما دادید.